بینندگان عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم و ازتون دعوت میکنم در برنامه امروز ما رو همراهی کنید. بحث و بررسی امروز ما اختصاص داره به بحران اقتصادی گریبانگیر رژیم که بازتاب کاملا متناقضی در دو باند حاکم داره و در بحث و بررسی امروز خواهیم دید که چرا دولت روحانی ادعای وقوع معجزه در زمینه اقتصادی میکنه و باند ولی فقیه میگه که کاری صورت نگرفته. باند خامنه‌ای راه نجات از وضعیت فعلی رو در چی میدونه؟ باند رفسنجانی روحانی چه مسیری رو به عنوان راه نجات پیشنهاد میکنه؟ و چشمانداز واقعیت به رغم این همه ادعا چی هست؟ موضوع دیگر، در گزارش دوم برنامه امروز میپردازیم به تلاش‌های گسترده رژیم برای کنترل فضای مجازی و تبلیغات مستمر و بیوقفه که در همین رابطه میکنه و خواهیم دید که آیا ارگان‌های مختلفی که رژیم برای ایجاد فضای روب و اختناق به وجود آورده مثل پلیس سایبری و امثال اینا تونسته رژیم رو آسوده خاطر بکنه؟ چرا اخیراً کارگزاران این نهاد سرکوبگر وقیحانه از مردم خواستند که به جاسوسی علیه همدیگه در فضای مجازی بپردازند و اون رو به رژیم گزارش کنند؟ رژیم ادعا میکنه که اقداماتی که در فضای مجازی به عمل میاره برای به اصطلاح خیانت اجتماعی و اخلاقیه. این ادعا چقدر واقعیت داره؟ نگرانی و ترس اصلی رژیم از چیه؟ شاید شنیده باشید که روحانی و دولتش ادعا میکنن که بزرگترین معجزه اقتصادی قرن رو محقق کردن و تورم رو از بالای 40% به 0% رسوندن. ببینیم که باند رقیب درباره این ادعا چی میگه و واقعیتی که از لابلای این تک و پاتک ها دیده میشه چی هست؟ اوج گرفتن بحران اقتصادی از معجزه تا تکرار زبانی. خب ما تورم بالای 40% رو امروز رسوندیم به زیر 16%. این کار از لحاظ اقتصادی، من بسیاری از صاحب نظران خارجی و داخلی حضوری یا کتبی به من نوشتن که کار این دولت شبه یک معجزه است. کیهان، ارگان خامنه‌ای، 7 اسفند 93. قدقد بی هنگام مرغ در بحبوحه تورم صفر. هنوز انتقادها به آمار اخیر رئیس جمهور درباره نرخ تورم 0% در بهمن ماه تمام نشده بود که دم خروس افزایش بی رویه قیمت مرغ خوراکی در بازار غیر طبیعی آشکار شد و همچنان ادامه دارد. رسالت، ارگان باند مؤتلفه، 7 اسفند 93. نمی شود دوران دولت گذشته نرخ تورم 40% باشد و نرخ ارز 3000 تومان، اما الان نرخ تورم زیر 16% باشد اما نرخ ارز بالای 3000 تومان. طبیعی است که نرخ دلار باید به زیر 1000 تومان سقوط کند. آثار کاهش تورم خود را در تولید ملی و اشتغال هم باید نشان دهد. ۲۲ بهمن سال روز ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از جانب رهبر معظم انقلاب دامذله به قوه مجریه و قوای کشور بوده. یک سال گذشت، مردم ما توقعشون این بود که در این یک سال یک قدم‌های قابل ارائه‌ای در این مسئله برداشته بشود. اقتصاد مقاومتی نه به شعار، نه به تشکیل کنگره‌ها و مجالس، نه به تیتر روزنامه‌هاست. این عمل می‌خواد، مدیریت جهادی میخواد، مدیریت جبهه‌ای میخواد،
مدیریت ایثارگرانه میخواد که یک کسی پیدا بشود مرد میدان باشه. سرمقاله روزنامه حکومتی شرق 9 اسفند 93. بحران‌های از قبیل بیکاری، یارانه‌ها، وضعیت نامناسب مسکن و بهداشت، پول به یغما رفته، انتظار مردم برای گسترش آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و مهمتر از همه بهبود وضعیت معیشتی مردم در شمار بحران‌های کوچکتر از دولتند. این بحران‌ها کماکان به قوت خود باقی هستند و متأسفانه برخی از آنها لاینحل باقی خواهد ماند و البته این واقعیتی است که با سیاه نمایی کاملا منطبق است. اما مذاکرات هسته‌ای جزء بحران‌های بزرگتر از دولت است. اینجاست که صحنه سیاست دولت روشن می‌شود. دولت روحانی برای به تعلیق درآوردن بحران‌های کوچکتر از دولت به سمت بحران‌های بزرگتر از دولت رفته است و این تصور به شکلی در اذهان مردم جا افتاده که با حل این مسئله بیشتر یا دست کم برخی از مشکلات اساسی آنها حل خواهد شد. مذاکرات هسته‌ای که به فرجام برسد، خواه نتیجه آن مثبت باشد و خواه منفی، تازه آن وقت است که انتظارات انتزاعی طرفین عینی می شود و با عینی شدن انتظارات، پاسخگویی به آنها بسیار دشوار خواهد شد. فربه کردن بیش از اندازه مذاکرات هسته‌ای در ذهن مردم و اتوپیایی کردن آن، شاید در کوتاه مدت دولت را از شر بحران‌های کوچکتر از دولت خلاص کند، اما این بومرنگ پرتاب شده با سرعتی بیشتر به طرف دولت باز می‌گردد. روحانی چند روز پیش ادعا کرد که در زمینه اقتصادی و تورم به یک معجزه دست پیدا کرده و تورمی رو که موقع روی کار اومدنش بالای 40% بوده به کمتر از 16% رسونده و یکی دو روز بعد هم گفت که تورم در بهمن ماه به 0 رسیده. ادعایی که البته در داخل رژیم و توسط باند رقیب به تمسخر گرفته شد. ما هم بحث و گفتگوی امروز خودمون رو با آقای علیرضا مدنچی به همین موضوع اختصاص دادیم. آقای مدنچی، با عرض سلام خدمت شما و تشکر از شرکتتون در این گفتگو. سوالم اینه که چرا حرف دو باند اینقدر با هم فاصله داره و واقعیت چی هستش؟ من هم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. خب وقتی حرف و موضوع دو باند با هم اینقدر فاصله داره، این بیانگر شکاف عمیق در رژیمه و بیانگر اوجگیری بحران‌ها و به خصوص بحران درونی رژیمه. خود روحانی هم که میاد و چنین ادعاهای مسکی میکنه، این خودش به تنهایی فارغ از جواب اون یکی باند گویای اینه که نتونسته و نمیتونه به طور واقعی هیچ مسئلهی حل بکنه و حل نکرده. در نتیجه به شیوه و شگرد گوبلز متوسل میشه، یعنی همون دروغ هرچه بزرگتر، با این تفاوت که اگر گوبلز ادعای فتوحات مشعشع در جبهه ها میکرد، خب مردم آلمان نمیتونستن واقعیت رو که در هزاران کیلومتر دورتر اتفاق میافتاد ببینند. اما اینجا مردم ایران فاصله حرف روحانی با واقعیت رو هر روز و با تمام وجود احساس میکنن و سر سفره هاشون به اینه میبینن. خب باند خامنه ای هم از همین قضیه و از همین تناقض در جریان جنگش با باند رقیب به خوبی استفاده میکنه. ضمن این که باند ولی فقیه با زرنگی یک قول دیگه هم از روحانی میگیرن. کیهان ولی فقیه چند روز پیش نوشته بود که، البته با لحن طنز، کسی حق نداره با آمارهایی که روحانی میده شک بکنه، اما باریکالله تو که تونستی با وجود تحریم ها چنین معجزه اقتصادی رو محقق بکنی و تورم رو از بالای 40 به زیر صفر به صفر برسونی. پس اولا مشکل بیکاری و سایر مشکلات رو هم بی زحمت یک جوری حل بکن. ثانیا دیگه انقدر دنبال آمریکا و مذاکرات نباش. بله، یعنی منظورش اینه که مذاکرات رو رها کن، یعنی میگن ور کن تموم بشه مذاکرات؟ نه خیر، اینو نمیگن. هیچ کدوم از باندهای رژیم و حتی دلواپسان هم این رو نمیگن که مذاکرات رو مثلا رها کنید. اما دولت روحانی با یک زد و نقیزگویی از طرفی مدعی چنین دستاوردهایی میشه در شرایط تحریم و از طرف دیگه رفع همین مشکلات و بحران ها رو با
گره زده به نتیجه مذاکرات و رفع تحریم ها. و در مقالات و مطالبی که روزنامه های این باند می نویسن میگن که این مذاکرات آخرین فرصت و آخرین شانسه و تنها راه برای نجات از نابودی رژیم و از وضعیتی که رژیم دوچارش هست تعامل با جهانه و به هر قیمت باید به توافق در همین مرحله دست پیدا کنیم و اگر نکنیم وضعیت بعداً به مراتب سخت‌تر و حتی ناممکن میشه. بله، حالا صرف نظر از طنز و تمسخر ادعاهای روحانی، حرف جدی باند ولی فقیه در رابطه با بحران‌های موجود به خصوص همین بحران اقتصادی چی هستش؟ خب به طور واقعی هم که اینها حرفی جز شعار برای گفتن ندارن. یک حرف جدیشون که در قالب طنز همونطور که اشاره کردم اینه که راه نجات آویختن به آمریکا و غرب نیست. اگر ما در هسته کوتاه بیایم که اومدیم، البته این رو خود خامنه‌ای هم اعتراف کرد، باز هم آمریکا تحریم ها رو بر نخواهد داشت و سایر مسائل مثل حقوق بشر و تروریسم و اینها رو مطرح خواهد کرد و روی میز میاره. شعارشون در زمینه اقتصاد هم همون یاوه اقتصاد مقاومتیه. البته باند روحانی هم از اقتصاد مقاومتی حرف میزنن، ولی اون رو جذب سرمایه‌گذاری خارجی معادل این تعریف میکنن و وابستگی. باند ولی فقیه هم دست طرف مقابل رو خونده و همونطور که حرفای دیروز آخوند صدیقی رو در نماز جمعه شنیدیم، میگن که اقتصاد مقاومتی که به حرف و شعار و تشکیل کنگره و اینا نیست و به قول معروف با حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه. بگذاریم که خودشون هم نمیگن که بالاخره اقتصاد مقاومتی چه معجونیه. درسته آقای مددچی، در گزارشی که پخش شد روزنامه شب که از روزنامه‌های باند رفسنجانی روحانی هستش، یک حرف متفاوتی زده بود و به دولت روحانی توصیه کرده بود که اینقدر همه چیز رو به مذاکرات گره نزنید. آیا این برداشت درستیه فکر میکنید؟ بله کاملا. خب عده دوراندیشتر باند رفسنجانی روحانی حرفشون اینه که اینقدر به مردم وعده ندین که اگر مذاکرات به توافق منجر بشه همه مسائل حل میشن، اینقدر مذاکرات رو فربه نکنین. اگر توافق بشه و معلوم بشه که مشکلات از بین نرفتن و چیزی تغییر نکرده، این روی سر خودتون خراب میشه. این در واقع اعتراف به وضعیت بنبسته. بنبست به این معنی که نه تنها رژیم در مورد خوردن یا نخوردن زهر بر سر یک دوراهی مرگبار قرار گرفته و بلا تکلیفه، بلکه به این معنی هم هست که حتی به فرض هم که زهر رو بخوره، باز بحران‌ها و مشخصاً بحران اقتصادی حل نخواهد شد. این چیزیه که هر دو باند رژیم بهش اذعان می‌کنن. بله، خیلی متشکرم آقای مدنچی از شرکتتون در گفتگوی امروز ما. اگر شبکه‌های مختلف تلویزیون رژیم رو نگاه کنید، یکی از سوژه‌های دائمی اونا تبلیغات علیه فضای مجازی و ماهواره و خطرات این چیزها برای جوانها و نوجوانها است. اما فاشیسم مذهبی در این جنگ علیه دنیای ارتباطات و برای محروم کردن مردم و جوانان ایران از این فناوری به کجا رسیده؟ از امروز همه میتونن پلیس فتا یا پلیس فضای سایبری باشن. چگونگی شو جناب سرهنگ برای ما توضیح میده چگونه؟ یه سایت رو ما طراحی کردیم به نام hamyar.cyberpolice.ir. مراجعین میتونن به این سایت مراجعه کنن، گزارش های تخلف سایت ها رو به ما اعلام میکنن، ما هم بر اساس جرم هایی که مشخص شده به مبادی زیربط اعلام میکنیم. اما اگه عضو این سایت بشید و همکاریتون با پلیس مستمر باشه، پلیس هم در عوض به شما تسهیلات میده. تعیین محل خدمت سربازی، تخفیف در سربازیشون و خدمات بیمه ای. دعوت فقیهانه به جاسوسی و وعده جایزه به جاسوسان چه چیزی را نشان میدهد؟ درماندگی رژیم و دستگاه عریض و طویلی که برای کنترل فضای مجازی و ایجاد فضای ارعاب و سرکوب کارگران به نام پلیس سایبری یا فتا به راه انداخته است. پاسدار احمدی مقدم، سرکرده نیروی انتظامی رژیم، سعی می کند هدف و کارکرد پلیس سایبری را انکار و آن را وارونه جلوه دهد.
وقتی ما میگیم افزایش قدرت اطلاعاتی، نه تقویت سیستم های جاسوسی و سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردمه، بلکه بالعکس حفاظت از حریم خصوصی مردم، اموال، آبروی مردم و صیانت از امنیت کشور. البته چه کسی نمیداند که فاشیسم مذهبی حاکم اولین متجاوز به حریم زندگی خصوصی مردم است و دردش یکی بیشتر نیست و آن هم همان امنیت رژیم است که سعی می کند آن را پشت عباراتی که البته هیچ کودکی را فریب نمی دهد پنهان سازد. اما واقعیت این است که با وجود دستگاه عریض و طویلی که رژیم به نام پلیس فتا به راه انداخته و به رغم تمام تلاش‌های سرکوبگرانه آن، به اعتراف روزنامه ابتکار 18 شهریور 93، 69% جوانان از فیلتر شکن استفاده می کنند و سیاست فیلترینگ و سانسور رژیم را دور می زنند. مقابله جوانان و مردم با سرکوب و سانسور رژیم آنچنان گسترده است که آخوند روحانی در سخنرانیش در مشهد اعتراف کرد دیوار و فیلتر کارساز نیست. روزنامه ابتکار 18 شهریور 93. البته این از جمله ژست‌های شیادانه روحانی در سخنرانی‌های عمومی است. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا 24 آبان 93، روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی رژیم از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که رژیم اساساً به منظور سانسور فضای مجازی ایجاد کرده خواست تا در هر مرحله از اجرای شبکه ملی ارتباطات گزارشی به اعضا به منظور نظارت ارائه کند. شبکه ملی ارتباطات عنوان ترفند مسخره رژیم است که برای قطع کشور از فضای اینترنت جهانی درست کرده است. روحانی در همان جلسه بر تکمیل فیلترینگ تاکید کرده است. اما به رغم همه این تمهیدات، شمار کاربران اینترنت در ایران را 8 میلیون نفر تخمین می‌زنند. ما اشراف اطلاعاتیمون عمدتاً بر تبهکاران و مجرمان و گروه‌های تبهکار سایبریست یا غیر سایبری. اما مجرمانی که سرکرده جنایتکار نیروی انتظامی به آنها اشاره می کند و وبلاگ نویسانی هستند که جرمی غیر از آزادی خواهی و افشای جنایت‌های رژیم ندارند. امثال کارگر وبلاگ نویس قهرمان ستار بهشتی که دشخیمان پلیس فتا او را در زیر شکنجه‌های وحشیانه به شهادت رساندند و ده‌ها و صدها وبلاگ نویسی که به همین جرم زندانی شده‌اند. البته پاسدار احمدی مقدم همان روز به هدف اصلی و واقعی این دستگاه سرکوبگر اعتراف می کند. و تمام گروه های تروریستی در دنیا و سرانگشتانشون در داخل کوچ کردن به همین شبکه ها. آری، سرکردگان سرکوبگر رژیم تلاش می کنند اقدامات سرکوب و سانسور خود را تحت عناوین شیادانه مخفی کنند. اما هدف واقعی همان ممانعت از دسترسی مردم به اطلاعات آزاد و به خصوص بستن راه جوانان در وصل به مجاهدین و مقاومت ایران است. اما مردم آزادی خواه و جوانان دلیر و مبتکر آنها را در این هدف ناکام ساختند. اقتصاد حیات است، حیات است. مرتکب کاری هم نشدم ولی اینا میگم باید بمیریم. در بحث نظارت ها هم تشدید کنیم و هم در بحث مجازات ها. همون هستی پشتن به تو دیوار. Ayvallah! Ayvallah!
بینندگان گرامی، دوستان عزیز، در انتهای برنامه 360 امروز هستیم و از همه شما خداحافظی می‌کنیم. موفق و پیروز باشید.